دیوه مهم مطلب با ارتباط سه عرایز گلبودین حکمتیار میگوید داعش در افغانستان نیروی قابل ملاحظه در اختیار ندارد و این گروه حملاتش را در افغانستان با خرید افراد جاهل و از اسلام بیخبر انجام میدهد. دیگه شمیر دیر لجده چی کار چهودنی او ترورونه دی. طول توانه و کمال فقط هم داده. پدی چهودنو کشکیل افراد اکثران یا اجیر جنگیالی دی استخدام شوی او یا جاهل او لدین بی خبر او ناپو. آقای حکمتیار نگرانی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را نیز از بابت حملات احتمالی از داخل افغانستان علیه این کشورها را بیهوده خوانده و از امارت اسلامی میخواهد اقدامات را برای ناکام ساختن دسیسه های دشمنان افغانستان در نظر داشته باشد. به گفته او روسیه در حال تشکیل یک جبهه به بهانه داعش علیه افغانستان است. دا اوز مر عملا در افغانستان پر ارتباط دو رقیب و نړیوال و جبهو جوړې دو شاهد د باس مهوري اصلي موضوع یم د افغانستان امنیتی وضعیت لبل خو ګورو چې مسکو د بیل مهور جوړولو پاسه کړه هغه همداسې چې په افغانستان کې د داعش حضور روسیې ته او د روسیې ملګرو هیوادو ته مخصوصا مرکزی آسیا ته د یو ګواښ او خطر په توګه ګڼو. امارات اسلامی اما میگوید که داعش در افغانستان سرکوب شده و تهدید جدی تلقی نمی شود، به ویژه در برابر کشورهای همسایه. امارات اسلامی دی پده پوشی چی پاکستان دی افغانستان با حق لخ پل ستراتیجی دی تغییر ندور کرد. تر هغه وقت پری چه تاسو دی خپل و گواندیانو لپاره یو مشخص تعریف و نلری داعش پا افغانستان که پا پش پر دول مهار که دی نشی. اخیرا نیروهای امنیتی یک مخفیگاه داعش را در مربوطات حوزه هشتم نابود کرده است و امارت اسلامی اعلام کرده که شماری از افراد خارجی نیز بازداشت شدند.